در این ویدیو میخواییم برای شما چند تا خبر از مارکت ترس‌های دیجیتال صحبت کنم و بیشتر در مورد سیو مون. ولی قبل از اینکه بریم خبرها رو برشم صحبت کنم، یک تصویر قشنگ رو برشم نشان میدم. خبر اول، صرافی بیت میکس و باشگاه فوتبال ایسی میلان ایتالیا با هم قرارداد کاری را اندازه کردن که از این بعد باشگاه ایسی میلان در تیشرت های هم مردانه و هم زنانش لوگوی صرافی بیت میکس را قرار اضافه کنه. ببینید که واقعا باشگاه های بزرگ مثل ایسی میلان وارد دنیای ارزهای دیجیتال میشه و صرافی های ارزهای دیجیتال اسپانسر میشه. بعد در حال حاضر 20.7 میلیارد دلار روی ایتریوم 2.0 قفل شده، یعنی استیک شده. بر اساس بلاک های ایتریوم، ایتر اسکن نشان میده برای ما در حال حاضر که به ارزش 20.7 میلیارد دلار روی ایتریوم 2.0 قفل شده، استیک شده و همچنین تقریبا به اندازه 6.59 میلیون کوین ایتریوم. بعد آودی با XNFT یک قرارداد کاری را اندازه کرده. XNFT یک توکن ساخت خرید فروش NFT هست که قرار آودی یک NFT نان فنجبل توکن، توکن های غیر مشابه محدود شده خودشان را روی XNFT را اندازه کنه و به فروش برسانه. چند روز پیش پورشه هم همین کار را انجام داد. البته NFT هایی را که پورشه درست کرده بود رایگان به فروش مان در بازار. در کوریا هر روز ارزهای دیجیتال سخت در حال پیشرفت، در حال افزایش است. سه تا صرافی ارز دیجیتال که در دو فصل اول 2021 14.71 میلیون دلار پول درآمد داشتند و این فقط از هزینه گاز فی که مردم از صرافی‌ها استفاده کردن اینا ده دست آوردن. بعد من لایف AMA یک شنبه سیگموند از دست دادم، منظورم خودم حضوری لایف نتونستم ببینم و دیدم شد که قرار در ماه دسامبر امسال سیو مون بلاکچین خودشان را راه اندازی کنه. بعد اپلیکیشن کامل سیو مون چند وقت پیش بتا ساین اپش بود که چند روز پیش راه اندازی شد. اپلیکیشن کاملش قرار در 28 آگوست در 28 همین ماه راه اندازی شونه و بعد برای ما وقت مشخص ندادن، ولی در توییتر سیو مون نوشته که کسانی که iOS استفاده می‌کنین خودتان آماده کنین که یعنی به زودی بتای iOS هم راه اندازی میشه. قیمت سیمون در حال حاضر هسته، طی چند وقتی که مارکت یک مقدار حرکت کرده سیمون حرکت خاصی نزده، یک مقدار رشد کرده چرا، ولی خیلی ها یک مقدار نگران هسته در مورد سیمون. ما خودم هرگز نگران نیستم، ببینیم دیگه سیمون چیکار میکنه طی روزهای آینده.